موزیك. شهر گوادالاخارا در مکزیک میزبان 24مین دوره اوپرالیا بود. رقابت‌های جهانی که به ابتکار پلاسیدو دومینگو، خواننده اسپانیایی صدای تنور، هر سال بین خوانندگان جوان اوپرا برگزار می‌شود. انتخاب از بین 40 خواننده جوانی که از میان هزاران نفر نامزد دریافت جایزه شده بودند، کار ساده‌ای نیست. پلاسیدو دومینگو به ما هیئت داوران گفت که تا به حال سابقه نداشته که این تعداد خواننده جوان و با استعداد در اوپرالیا شرکت کنند. ما 12 فینالیست را انتخاب کردیم در حالی که باید 10 نفر را انتخاب می‌کردیم. اما آنقدر صداها عالی بود که حیف ما نامد دست کم 2 نفر را حذف کنیم و 2 نفر بیشتر از حد معمول برای مرحله نهایی برگزیدیم. کیان ووکیم خواننده صدای تنور اهل کره جنوبی و الزا درایسی خواننده فرانسوی دانمارکی سوپرانو به خاطر توانمندی صدا و آواز جایزه بهترین خوانندگان جوان اپرا را از آن خود کردند. خیلی خوب، واقعا خیلی خوب. من مبتدی هستم، بنابراین مقابله با احساساتی که به فرد دست می‌دهد برایم اول کار خیلی مشکل است و ترس دارم، واقعا ترس دارم. همه ما می‌خواهیم بدانیم چه کسی برنده می‌شود. کار زیادی نیاز است، اما کاری است که لذت هم به همراه دارد. در گزینش اولیه، در نیمه نهایی و امروز همه بسیار قوی بودند. همیشه اینطور نیست. گاهی خواننده جوانی توجه بیشتری به خود جلب می‌کند و باعث تعجب همه می‌شود. انتظارش را ندارید و ناگهان جلوی شما ظاهر می‌شود. اما نه، فکر می‌کنم همه این جوان‌ها خوب و قوی بودند. رابطه پلاسیدو دومینگو با تئاتر دگولادا در گوادالاخارا به سالها پیش و شروع کار خواننده 75 ساله باز می‌گردد. دومینگو کار خود را در همین اپراخانه شروع کرد و بارها هم در اینجا برنامه اجرا کرده. دقیقاً 50 سال پیش بود. 50 سال پیش بود که به مناسبت 100 سالگی این تئاتر در اینجا برنامه داشتیم. برای من بازگشت به این محل اتفاق فوق‌العاده است. پس از گذشت 50 سال همچنان مشغول فعالیتم و این معرکه است. خوانندگان جوان که در رقابت‌های اوپرالیا شرکت می‌کنند، معمولاً 18 تا 32 سال سن دارند. اجرای برنامه در مقابل استادانی از اپراخانه‌های مشهور جهان به این جوانان کمک می‌کند که در زندگی حرفه‌ایشان پیشرفت کنند. نقش رویایی من نقش رومئو در اپرای رومئو و جولیت اثر گونه است. الان تنها آرزویم این است که روی صحنه باشم. رقابت را دوست دارم. دوست دارم تلاش کنم و از مرزهای خودم فراتر بروم. اما هیچ چیز مثل خواندن روی صحنه برایم لذت بخش نیست.